دوباره میکروفون دست من هست و قرار هست که من راجع به متنم بگم. من دوباره تکرار میکنم، قسمت بحث اول ما راجع به سمینار در آلمان بود. بحثی که الان مطرح میکنم راجع به مسئله کنفرانس هست و کنفرانس که از طریق بنیاد پژوهش های زنان ایرانی هر سال برگزار میشه. از سال 92 آغاز کرده، 23 کنفرانس رو ما در کل برگزار کردیم تحت عنوان تن، زن و اختیار. و سمینار کنفرانس بسیار پرباری بود. من خودم یک سال و نیمی که در تدارک شرکت داشتم با تمام فراز و نشیب‌هاش و به خصوص قسمت‌های سختش کلی یاد گرفتم. همونطور که توی قسمت اول بحثم توضیح دادم، در جریان هر حرکت اجتماعی به هر حال به دلیل ساختارهای موجود، به دلیل جایگاه‌های قدرتی که شکل میگیره و دوستانی که در کنار هم دیگه کار میکنن، یه عده جدا میشن، انتقاد دارن. اگر به انتقادها پرداخته بشه امکان همکاری بیشتر هست، گاهی هم مجبور میشه آدم جدا بشه. دوستان ما امسال در لس آنجلس، هم دوست عزیزمون الهه امانی و بالای 10 زن تصمیم گرفتن که 25 ربع قرن این کنفرانس رو برگزار کنن و در جایی به اونجا رسیدن که دیگه نتونستن همکاری بکنن، استعفا دادن و کنفرانس رو عده دیگری در جای دیگری به هر حال برگزار کردن. زحمت اصلیش بر انتخاب سخنران، دعوت و همه این کارها رو دوستان انجام داده بودن و با کمال گشاده دستی و تمام اون کارهایی رو که انجام داده بودن به گروه بعدی دادن و اونها به هر حال کنفرانس رو برگزار کردن. در جریان این کنفرانس دوستانی که استعفا داده بودن گفتن که ما متاسفانه نتونستیم به هدف برسیم. من اتفاقا نظر دیگری دارم، چون در جریان هر کار طولانی مدت یک گروه اجتماعی که هی مرتبم افرادش تغییر میکنن، چون هر سال بنیاد که یک بنیاد یک نفره هست در واقع، با کمیته های محلی با همکاری همدیگه کنفرانس رو در یک شهر و در یک کشوری بین اروپا و آمریکا و کانادا برگزار میکنن و چون کمیته ها همیشه تغییر میکنن یه مقداری کارو سخت میکنه، ولی از طرف دیگر بسیار باز هست. به همین دلیل به همین خاطر هم هست که دوستان بسیار زیادی به اون میپیوندن و این بسیار طبیعی هست که مشکلات، اختلاف نظرها و نقدهایی پیش بیاد، برخیش رو حل میشه و برخیش هم حل نمیشه و به جایی میرسه که به هر حال کنفرانس دوستان ما کمیته محلی لس آنجلس گفت که ما با این شرایط کاری نمیتونیم کار بکنیم. به نظر من امسال نقطه عطف این بنیاد هست و من فکر میکنم مثل هر نقطه عطف دیگری میتواند اگر به مشکلاتش بپردازه میتونه این نقطه عطف منحنی رو در واقع به طرف بالا ببره و این جریان رشد بکنه و اگر به این انتقادات نپردازه متاسفانه هی مرتب فقیرتر میشه تا جایی که دیگه یا فرمالیته میشه یا اینکه از محتوا خالی میشه و به هر حال بعضی موقع هم اینطوری هست. در سال حدود 1000 انجمنی در آلمان کارشون رو پایان میدن. خب این به این دلیل هستش که یا دیگه علاقه ندارن یا با هم نمیتونن کار بکنن، ولی خیلی هم هستن که عمرشون طولانی تره. تجربه شخصی من این هستش که هرقدر سازماندهی و سازمانیابی افقی تر باشه و هیرارشی درش کمتر باشه، احتمال زندگی جریان بیشتر خواهد بود. این بحث امشب ما نیست، شاید یه وقتی اگر جاش بود راجع به مسئله هم صحبت کنیم. من میپردازم به، چون بر اساس این انتقاداتی که شد اون بخشی که از توی سمینار براتون تعریف کردم
و میزه گرد بود در واقع برای بررسی انتقادهای مطرح شده و زندگی ادامه زندگی این بنیاد بود. من بخشی رو داشتم که این بخش در واقع تحت عنوان چیزی تغییر نخواهد کرد مگر آنکه ما خود را و خودمان آن را تغییر دهیم آماده کرده بودم. خوشبختانه امسال موفق شدم اینو بنویسم، برای اینکه دوستان همیشه انتقاد میکردن وقتی صحبت میکنی دیگه، بعدش که همه شنیدن دیگه آدم دلیلش رو از دست میده که بنویستش، و این فکر میکنم یه دو سه هفته دیگری چاپ بشه. تیتر پرمعنای آفرینش گفتمان فمینیستی، نقد پویا و باورم به تغییر، انگیزه قوی برای شرکتم در این میزه گرد شد. زنان برگزار کننده این سمینار اشتوتگارت 2015 نیاز مبرم به بررسی سوالات، تجربیات و اختلاف نظرهای مطرح شده و به خصوص در رابطه با 25مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایرانی که همینجا اعلام می‌کنم که بخش اعظم آن مسائل و تجربیات من هم هستند را به درستی دریافتند و امکان این نشست را فراهم آوردند. بعد از گذشت یک سال و نیم از برگزاری 24مین کنفرانس بنیاد در شهر مانکل، این کار هنوز برای مقوله ناتمام است، چون که بعد از سمینار من تلاش کردم که ما جمعی یک گزارش کار بدیم، چون 18 ماه کار کرده بودیم، سه بار جلسه داشتیم، هر بار سه چهار ساعته با هم نشستیم، حدود 80% کارم تموم شده بود. ما یه گذر اجمالی تهیه کرده بودیم، نقاط قوت و ضعف رو جمع کردیم، قصد داشتیم کارت تشکر بدیم و به هر حال یه سری هم از دست ما دلخور شده بودن، می‌خواستیم دلجویی کنیم و یه جشنی بگیریم که متاسفانه پروتکلای این نشست رو گم شدند و به هر حال اتفاق میفته. و بعدم جمع دیگه به ایمیل هایی که قرار بود ما جلسه رو ادامه بدیم جواب ندادن و همه تدارکات در هوا ماند. قبل از این جلسات قصد داشتم اگر جمعی هم نشد 45 صفحه یادداشت‌هایم را گزارش یک نفره کنم، اما پس از این پروسه تهمانده شوقی که برای کار پایانی داشتم از بین رفت. سوال اصلا برای چه و برای که مرا وادار به بیعملی کرد و این کار ناتمام ماند. در این کوتاه سعی می‌کنم نه ذکر مصیبت و نه شرح فتح و پیروزی، نه قضاوت و تقسیم تقصیر، با اعتراض از اخلاقی کردن به نکاتی اشاره کنم که شاید راه ادامه را کمی هموارتر کند. مسلماً نخواهم توانست به همه مسائل مورد نظرم بپردازم، اما مهمترین ها را برگزیدم. دوستان عزیز که دارین گوش میکنین، این مطلب همونطور که گفتم چون به هر گروه اجتماعی میتونه برگرده، برای همین من اینجا مطرح میکنم. اگر مطلب فقط به بنیاد مطرح میشد اصلا اینجا گفتنش ضروری نبود. من بنیاد را یک مجموعه می دانم، سیستمی پویا که تمامی نقش های درگیر در آن، چه اکتیو و چه پاسیو، در ساختاری چندگونه با خواستگاه های مختلف مدام در حال تأثیر متقابل گذاشتن بر همند. این تأثیر متقابل خطی و یک طرفه نیست، علت ها و معلول ها را نمی توان از هم جدا کرد. یک علت خود معلول علت های دیگر است و به همین دلیل موفقیت ها، پیروزی ها و دستاورد هایش و به خصوص کمی ها و کاستی ها، بحران ها و بنبست هایش هم به همین سیاق. سیستم و مجموعه هرگز در خلأ یافت نمی شود، در بستری جریان دارند. در متن، کانتکست است که مفهوم می شود. بستری و متنی بسیار ملون، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیست کرده و می کند. یکی از نکات اساسی که باید به آن پرداخت این است که ما حاملین فرهنگی شرقی با فرهنگ و دانش در جریان کشورهایی که به آن تبعید شده و مهاجرت کرده ایم، در این تشابهات ظاهری تفاوت‌های بنیادین داریم. با پرواز چند هزار کیلومتری و گذشتن از مرزهای جغرافیایی و حتی زندگی چند ده ساله بدون کار آگاهانه و مستمر، نخواهیم توانست پلی قابل عبور از جامعه‌ای با هزاران سال تاریخ و رسم زندگی توتالیتر و به شدت هیراشیک را بسازیم. فکر می‌کنم بسیاری از ما از نظر توریک سال‌هاست که با آن برخورد کرده‌ایم. کتابی می‌دانیم، اما تجربه‌اش را کمتر. به خصوص ما زنان نسل قبل‌تر در زندگی سیاسی و اجتماعی کمتر فرصت پذیرفتن مسئولیت مستقیم داشته‌ایم برای عهده‌داری نقش فعالانه و برابر، حتی در میان گروه‌های سیاسی مترقی هم باید می‌جنگیدیم.
از طرف دیگر ما زنان در جریان سوسیالیزاسیون به خصوص در جوامع سنتی به دلیل همیشگی وجود انواع و اقسام آزار، اذیت و خشونت‌های جنسی و عدم استقلال اقتصادی که در جای جای محیط خصوصی و اجتماعی وجود دارد نیاز بسیار زیادی به امنیت و درجه بالای اعتماد داریم. اولین تلاش های ما در زندگی اجتماعی ساختن خانواده امن و پر از اعتماد، فامیل و گروه های دوستی هستیم. این نوع زندگی اجتماعی با تمامی جنبه های مثبتش با گروه ها و نهادهای اجتماعی به قصد کار و اهداف سیاسی اجتماعی فرهنگی تفاوت ماهوا داشته و این همان نیست. اختلاط موضوعی این نوع گروه های اجتماعی کار هر دو دسته را مخدوش می کنند و به نفع هیچ کدام نیست. چه بسا دوستی ها و نزدیکی های صمیمانه در این گروه ها به هم می خورد و یا اینکه روابط خصوصی شخصی همکاری سیاسی اجتماعی فرهنگی را مختل کرده و از هم می پاشاند. همونطور که می بینید این مطالب کاملا عمومی هستند، چه اونجایی که گفتم که سیستم های کار اجتماعی که کار اجتماعی سیاسی که ما با هم دیگه میکنیم یه دلیل نداره، دلیلاش متفاوته، دلیل و معلول رو از هم دیگه نمیتونیم جدا بکنیم، اینا کاملا عمومی هست. یا اینکه ما از یک فرهنگ توتالیتل و دیکتاتوری میاییم و اینکه ما زنها که انتقاد به خود ما وارد میشه یا انتقادی که بر اساس سوسیالیزاسیون هست که ما چگونه تجربه کرده ایم و از به خاطر تجربیاتمون چه راههایی را انتخاب میکنیم. اما دخالت دادن مسئله خصوصی با مسئله اجتماعی فکر میکنم که فقط هم مسئله زنان نیست و در محیط های مردانه هم دیدیم که اگر ما بخوایم مثلا در یک گروه اجتماعی سیاسی نفع دوستمون رو ببینیم و اون رو قاطی مسائل سیاسی اجتماعی بکنیم، در واقع به نفع هیچ کدوم نیست. من بنیاد اجازه بدین قسمت بعدی. ما بارها با روابط در رابطه با روابط و مناسبات قدرت به خصوص در همین سمینارهایمان مطلب داشته ایم، بحث کرده ایم، اما از این مطالب توریک در روابط تجربی و روزمره ایمان کمتر دقت و تمرین کرده ایم. چون کم تجربه شده، کمتر نهادینه شده، به عبارت دیگر کمتر زیسته شده است. به محض اینکه در یک چارچوب هیرارشیک قرار میگیریم، خودمان فاصله چندانی با آنچه خود آن را به نقد کشیده ایم نداریم. دیر متوجه اصل قضیه می شویم و گاهی بدتر نه تنها خطا را نمی بینیم، گاه نمی خواهیم ببینیم. بر اساس تجربیات از جامعه سنتی که از آن می آییم به دنبال کلاه شرعی رفته و به آن رسمیت می بخشیم. روابط و مناسبات قدرت، تمرکز قدرت و هیرارشی و حتی استفاده از خشونت در روابط مابین انسانی و طبیعتاً در میان زنان امروز دیگر ثابت شده است. اگر از این دانش و تجربه استفاده کنیم، تازه اول راهی هستیم که بخواهیم و بتوانیم راههایی را بیافرینیم که در عین توانمندسازی خود و همیاران از تمرکز قدرت و هیرارشی تا حد امکان جلوگیری کنیم. این یکی از مشکلات درونی بنیاد است و هم به همین دلیل است که روابط و مناسبات ناروشن، کدر و غیر سریع شده، تلفنی و زیر میزی مثل خوری جونده سلامتی روابط را به خطر می‌اندازد. مسئله دیگر که فقط به بنیاد و یا جامعه زنان محدود نمی شود، مبحث عشق بیکران ما به دموکراسی است. اگرچه دموکراسی فنومنی است که به هیچ وجه کامل نیست و هر روز بیشتر به کاریکاتوری که محتواتر مبدل می شود، اما همچنان بهترین نظام موجود دست ساخته بشری است. تفکر و فرهنگ مدرن به همراه نظام دموکراتیک پای نظام، تمامی نظام‌های ما قبل خود را از میان آسمان‌ها و اوج به زمین می‌کشاند. انسان فرد با کشتن خدا متولد می‌شود، اما این تمام قضیه نیست. انسان فرد نه تنها حق بلکه وظیفه و مسئولیت شهروندی هم متولد می‌شود. انسان قیمومت خود را به دست می‌گیرد. از شهر و جامعه‌ای که خود آفریده توسط وظایف و مسئولیت‌هایش و در جهت آرزوهایش حفاظت می‌کند. به جای خدا شاه، امام و رهبر قانون دست ساخته بشر حکومت می‌کند. اما حتی در همین جامعه مدرن هم زنان در روند اجتماعی شدن جنسیتی اکثراً از عهده‌داری مسئولیت‌های اجتماعی به خود مسئولیت‌های بزرگ گذاشته می‌شوند.
جامعه به آنها اعتماد ندارد و در نتیجه در این زمینه کم تجربه هستند. در اینجا میخواهم این نتیجه را بگیرم، چه بپذیریم و چه نپذیریم در مورد مشخص مجموعه روابط درونی بنیاد به تمامی: مسئول، مشاوران، برگزار کنندگان، شرکت کنندگان، حامیان و علاقمندان فعال درگیرند، حق، وظیفه و مسئولیت دارند. در این صورت است که مرزهای محدود تقسیم تقصیر، دوالیته خوب بد را شکسته و افق دید و عمل به یک بار وسعت می‌یابد. در این صورت جمله‌ای که من فکر می‌کنم بیشتر از روی عصبانیت گفته شده است که بنیاد به نام من است و همین است که هست، موردی نبوده و وزن خود را از دست می‌دهد. من در اینجا اون قسمت‌هایی که مربوط خیلی تخصصی میشه، میره توی کنفرانس و ممکنه برای شما خسته کننده باشه، میذارم کنار. اونجایی که این چاپ خواهد شد، این قسمت‌ها خواهد اومد. فقط میخوام اشاره کنم که ما در اواسط سال‌های 1990، فکر می‌کنم 96-97، پیشنهاد اومد که ما این کنفرانس بنیاد رو در کن برگزار کنیم. ما همون موقع به خاطر وجود حق وتوی مسئول بنیاد و اینکه اونجا یک نظم هیرارشیک برقرار بود و نظم هرمی داشت و از بالا به پایین بود، ما این رو برگزار نکردیم، قبول نکردیم برگزار کنیم. اما دو سال گذشته به دلیل اینکه گفتن گلنار زمین هرگز از این استفاده نکرده و او همیشه یک فردی در میان کمیته برگزار کننده بوده و یه حق داره، ما پذیرفتیم و واقعیتش اینه که همینجورم با او رفتار کردیم. یه وقتی هستش که شما یه نظمی رو قبول نداری ولی زیر بارش میری. ما این نظم رو نه قبول کردیم، به ما گفتن فرمالیته است، ما باش فرمالیته برخورد کردیم. ما هم برای او فقط یک حق قائل بودیم و این حق را هم او داشت و ما هم این حق برابر رو داشتیم. و میگم اگر که بعدا حوصله کردید و این نوشته بیرون اومد، من اونجا جزئیاتش رو نوشتم. یکی از مشکلات فکر میکنم که مشکلات بنیاد این هستش که در این بنیاد مسئله تک مسئولیتی هست و نظام هرمی داره. در صورتی کمیته های برگزاری از جمله کمیته ما و فکر میکنم کمیته لس آنجلسی ها هم یک نظم افقی داره. شما وقتی که این دوتا رو با هم قاطی میکنید، بنیادی که سیستم هرمی و تک مسئولیتی با کمیته ای که هیرارشی نداره و افقی داره کار میکنه، این دوتا رو با هم جمع کردن، به هر حال دوچار اشکالات اساسی میشه که و دیدیم هم که نتیجهش چی شد. به نظر من این یکی از مشکلات اساسی هست. تمامی مثال هایی که زدم زیر مجموعه این نظر من هستش که بافت و ساختار روابط در بنیاد سنتی و کهنه است و با تفکر و روابط اکثر همکارانش در کمیته های محلی که اکثرا مدرن و پس از مدرن است همخوانی ندارد. این ناهمخوانی سازمانیابی افقی کمیته برگزاری با سازماندهی و تفکر هرمی از بالا به پایین بنیاد جایگاه ساختگی و وظایف بی‌معنی رو میده به هم به خود مسئول و هم به رابطش و هم از همکاران کمیته مثلا پیشکار و منشی و اینا رفتار میشه که اینا نه شایستگی بنیاد رو داره نه همکارانش رو. آخرین مسئله که میخوام به اون اشاره بکنم مسئله تفاوت نسل ها هست که همیشه بنیاد آرزو میکنه که نسل جوان همکاری بکنن، که من اینجا نظرم رو در رابطه باش گفتم که تفاوت نسل ها با تاریخ و جغرافی های متفاوت، دانش و توانایی ها و تجربه های گوناگون و حتی ارزش و علاقه رنگارنگ، پروسه اجتماعی شدن نسل تبعیدی مهاجر من با دختر و نوه هم است. ما نمیتوانیم آرزو و هدفمان بکنیم که نسل جوان همکار و همیار ما باشند، اما به پروسه اجتماعی شدن او، دانش و روش کار و علایق او بی تفاوت مانده و آن را به حساب نیاورده و بخواهیم که او همان کاری را انجام بدهد که ما به او دیکته کرده و سفارشش را میدهیم. این همکاری امکان پذیر نخواهد بود. همانطور که پذیرش همه آرزوها و شرطهای جوانان را برای همکاری هم چون جوان هستند را درست نمی دانم. ما در همه جا نیاز به توافق بر سر پرنسیپ های همکاری داریم.
عزیزان فعال در جنبش زنان، جنبش زنان حاصل فرهنگی مدرن است، اما دیگر از این پل گذر کرده. ما با حاصل این گذار سال هاست که آشنا هستیم. دوستمون الهه هم بهش اشاره کرد. از جمله زیر سوال بردن تمرکز قدرت و هیرارشی در مقابل آن آفرینش سازمانیابی افقی، بیطرف نبودن علم، جایگاه کلیدی راوی، اهمیت تعیین کننده احساسات انسانی، پرداختن به موضوع در متن و اهمیت بسزای متن، انحصاری نبودن حقیقت و تکثر آن، به پایان رسیدن عصر داستانهای بزرگ از تمامی مذاهب گرفته تا ایدولوژیهای تک حقیقتی، ساختار شکنی، تقدم روابط مابین انسانی بر موضوع، خروج از تفکر دوالیته، آمیختگی علت و معلول و تکثر آن، بحث‌های امروز ما هستند که میبایستی به حوزه زیستی و عملی ما وارد شده و روزمره شوند که ما مثل ماهیان مرده از راه رودخانه به دریا نرسیم، بلکه از پل خود ساخته و خود پرداخته گذر کرده و راهی اقیانوس‌های وسیع، عمیق و آبی رهایی شویم. خیلی ممنون، خسته نباشید از اینکه به من گوش کردید. من میکروفون رها میکنم. عزیز پرواز، الهه عزیز و بعضی از دوستانی که میشناسم اینجا، من هم از سخنگویان این میزگردی بودم که هما هم شرکت کرد و خیلی خوشحالم دوباره این حرفا رو میشنوم. متاسفانه در یک جلسه بودم، دیر رسیدم برای قسمت اول، فقط اون قسمت رو رسیدم که صحبت خانه آرنت بود. خانه آرنت نمیدونم راجبه چه صحبتی شده بود. من به هر حال یک سال با فرانسواز کولن که یک فیلسوف فرانسویه که امسال فوت کرد و از یکی از مهمترین تئوریسین های فمینیسم در فرانسه، یک سال روی هانا آرنت کار کردم برای یک سمینار. مهمترین مشکل، نمیدونم اینجا راجع به چه صحبتی شد، ولی مهمترین مشکلی که به هانا آرنت وجود داره سر مسئله توتالیتاریسمه، که وقتی کتاب رو می نویسه بسیاری از آدم های سیاسی و جریان های سیاسی موافق نیستن باهاش، و یکی هم این که مشکلی که یه عده زیادی از روشنفکرها باهاش دارن درباره مطلبی است که درباره محاکمه آیشمن در تل‌آویو نوشته، که شاید الان اینجا به خصوص سر این که فکر میکنه که هانا آرنت فکر میکنه که هر انسانی در هر شرایطی با هر دانشی باید مسئولیت اعمال و کردار خودش رو داشته باشه در مقابل بشریت. به آدمی میگیم عاقل و بالغ که زندگی خودش رو ساخته باشه و فهمیده باشه و مسئول باشه درباره جامعه‌ای که توش زندگی میکنه. و وقتی آیشمن در تل‌آویو میگه المأمور المعذور، یعنی من یک مأمور بودم و کسان دیگری تصمیم می گرفتن، از نظر هانا آرنت برای یک انسان قابل قبول نیست و در واقع در توتالیتاریسم که هما مرادی هم در موردش اشاره کرد که هیچ کدوم ما آرزو نداریم در چنین سیستمی زندگی کنیم، بحث بر سر اینه که یک بحث فلسفیه. امیدوارم که پرواز و دوستان دیگه که در این اتاق هستن، دیدم که به فلسفه اشاره کردن، درباره این قضیه بتونن جلساتی بگذارن. در مورد تلفظ اسم، در فرانسه ما میگیم هانا آرنت، اگر توی آلمان شنیدم که جور دیگه میگیم. برگردیم سر مسئله صحبتی که هما کرد. من چند تا نکته رو از نظر خودم باید اضافه کنم. توی سخنرانی من گفتم سخنرانی منم چاپ خواهد شد، میدم به گاهنامه زنان و حتما در اختیار پرواز خواهم گذاشت، با یک مقدمه‌ای که در همین اتاق راجع بهش صحبت کردم که بنیاد پژوهش‌های زنان در چه شرایطی اولا به وجود اومده 10 سال بعد از انقلاب به نظر من، و همون مشکلاتی که از اول انقلاب در جریان جنبش زنان وجود
داشته هنوز از نظر فکری ادامه داره. و مسئله دیگه که به نظر من وجود داره در بنیاد پژوهش، همینطور که همای عزیز کاملا به درستی گفتش که الان چند لاقل چند سالی است که ترکیب بنیاد، وضعیت حقوقی بنیاد متعلق به یک نفره که اون گلناز امینه و انجمنهایی که برگزاری میکنن در واقع روابط افقی با خودشون دارن ولی روابط هیرارشیک با گلناز امین، و این یکی از مشکلات اصلی که کاملا من با نظر هما موافقم. اما نکته ای رو که میخوام اشاره کنم اینه که از باید دید که چه شرایطی از اول از سالهای اول پیش اومده که به اینجا کشیده شده. تا اونجایی که من شاهد بودم این بحران سمینار سوم که در اتریش بود تا الان هر سال ادامه داشته. اون سالهای اولی که من شرکت میتونستم بکنم با هزار جور گرفتاری و سالهای دیگه‌ای که از دور شاهد بودم، یکی از دلایل اصلیش به نظر من مسئله مالی بوده که اون اولا سر مسئله مالی بود که از نظر حقوقی جدا شدن، اول سه نفر بودن بعد هما سرشار اومد، بیشتر هم مسئله مالی بود که بین هما سرشار و گلناز جدا شدن، برای اینکه هما سرشار در فستیوال در سمینار تورنتو در واقع که اون انجمن محلی نتونسته بودن مخارج رو تامین بکنن، مقدار زیادی هر دوی اینها مجبور شدن مخارج رو بپردازن و هما سرشار اصلا تصمیم گرفت پروژه رو به شهرهایی ببره که اون انجمن از نظر مالی تأمین بکنن. گلناس هم کما بیش این کار رو کرد، این کار رو میخواست بکنه ولی حاضر بود یه مقداری از مخارج اون از اول بده، منتها بعدن شکل دائما عوض شد برای اینکه روابط توی جنبش زنان که به نظر من سالهای بعد از انقلاب به دلایل شرایط انقلابی بسیار افقی بود و به سختی در نزد عده زیادی از جنبش زنان که به اطاعت هیچ جور تن ندادن هنوز ادامه داره، کم کم عوض شد. اونایی که در جامعه ایران در واقع عده شکست رو پذیرفته بودن و میخواستن با همین شرایطی که هست مبارزه کنن، این اتفاقات رو یعنی نمیتونم اینو بگم ولی من دیدم کم کم یه عده‌ای گلناز رو تبدیل به اون دیکتاتور نه ولی آدمی کردن که هست الان و امسال در رابطه با دوستان لس آنجلس رفتار کرد که دقایقش شاید اینجا حوصله دیگران رو به سر ببره، ولی تنها راهی که به نظر من میرسه اینه که توی در اشتوتگارت هم گفتم اینه که ما کوشش بکنیم اولا یک سمینار بذاریم از کمیته های محلی که بنیاد رو در واقع هر سال برگزار کردن، فقط اینجوری میتونیم روشن بکنیم و ارج بذاریم به زحماتی که کشیدیم هر کدوم از این کمیته ها، همین آدم ها، آدم های متفاوت، وگرنه کمک زیادی نخواهد شد. بنیاد با همین شکل ادامه میده، هر سال کسانی هستن در هر شهری که تجربه دیگران رو نمیخوان بپذیرن و میخوان از صفر مثل امسال لندن هیچ کدوم از کسانی که چند سال پیش در لندن برگزار کرده بودن در کمیته نیستن ولی داره برگزار میشه و همیشه هم الان از آخر شروع میکنن، یعنی اول جا رو میگیرن و
از مردم میخوان پول جمع کنن، اسم نویسی کنن، در حالی که اصلا برنامه هنوز معلوم نیست. یکی از مسئولین خانم ناهید حسینی به من تلفن کرد، 35 نفر اسم نویسی کردن، پولم دادن، ولی نه برنامه هنوز معلومه، نه سخنران معلومه، فقط تیتر سخنرانی معلومه. به همین شکل داره ادامه پیدا میکنه و شکلی که کاملا الان شکل گرفته به دلیل اینکه ما در یک جامعه سرمایه‌داری هستیم و بنیاد از نظر حقوقی توی امریکا ثبت شده. در واقع فشاری که به کمیته محلی میاد فشار مالی غیر از پروژه. از نظر مالی گلناز یه پروژه رو پیشنهاد میکنه، حق وتو هم داره و دخالت هم میکنه. به نظر من در خیلی از شهرها هم به هر حال نظرش رو داده، غیر از این اگر حق وتوش رو عمل نکرده، و به این شکل ادامه میده. ماها که گروه هایی که توی جنبش زنان هستیم و دلسوزیم برای جنبش زنان و برای اون مهمه که بنیاد پژوهش های زنان این سه روز سمینار وجود داشته باشه به نحوه سازنده، به نظرم یک راه بیشتر جلوی رومون نداریم. اینکه واقعا این کمیته ها با هم نیروی خودمون رو متشکل کنیم و در این بر اساس تجربه هامون بتونیم یک الترناتیو جدیدی توی جنبش زنان راه بندازیم و به نظرم پتانسیلش وجود داره، آدمهاش وجود دارن و نیرو وجود داره. هر این نیرویی که در واقع هر بار بنیاد پژوهش های زنان رو برگزار کرده و کنار رفته، از بین نرفته. دلیلش همین سمینار اشتوتکارت بود که به عنوان نقد پویا، البته از اول هم همه تصمیم گرفته بودن برگزار کنندگان، که برخورد خیلی شدید با بنیاد وجود نداشته باشه و نقد به صورتی انجام بگیره که سازنده باشه از این چیزا، چون ممکنه که در بحث هایی که پیش میاد یه آدم رادیکال وجود داشته باشن که بگن اصلا این بنیاد با برنامه‌ای که داری میریزه نفعی برای جنبش زنان نداره. بستگی داره که جنبش زنان رو چه جوری تعریف بکنیم به عنوان یک جنبش اجتماعی، و همه تمام ساعاتی که الان صحبت شد، همای عزیز داشت صحبت میکرد که جواب میداد به یک ادعی، همین مسئله نظریات متفاوتی که نسبت به جنبش زنان وجود داره. جنبش زنان ایران به خصوص هنوز نتونسته خودش رو در جنبش اجتماعی و سیاسی عمومی جا بده، برای اینکه یک نوع پدرسالاری و مردمحوری در جنبش های سیاسی ایران وجود داره که بالکل جنبش زنان ازش حذفه، به خصوص در جریانی که ما در جریان هایی که ما در جریان های سیاسی و اجتماعی که ما پیشرو میدونیم و فکر میکنیم که تغییرات اساسی رو در جامعه ایران میتونن انجام بدن، اصلا جایی برای جنبش زنان وجود نداره. اصلا هنوز هیچ جا آدم نمیبینه و حتی اگر وقتی لازمه که ضرورت این که راجب زن ستیزی صحبت میشه، باز مردها در کرسی بحث شرکت میکنن و اگر زنانی، تا اونجایی که من دیدم واقعا زنهایی انتخاب میشن، باید زنهایی انتخاب میشن که نظریات مرد سالارانه رو با انعطاف باهاش روبرو بشن و برخورد شدید نکنن. این تجربه‌ایه که من دارم و براش باید کار بکنیم و کوشش بکنیم. اگر مردانی، اولا که جنبش زنان یک جنبش اجتماعیه، یعنی همینطور که هما گفت
وظیفه اساسی هر مردی هم هستش که میخواد تغییرات اساسی رو در جامعه ایران به وجود بیاره. وظیفه‌شه که بشناسه. در صحبتی که قبلا تو همین اتاق داشتیم آقایونی بودن که اصلا نمیدونستن ما 25 جلد کتاب چاپ کردیم از سخنرانی ها یه سمینار بنیاد پژوهش های زنان، یعنی کوچکترین اطلاعی نداشتن. ما چه وظیفه ای داریم و چه تغییراتی رو میتونیم به وجود بیاریم؟ البته بدون پول خیلی خیلی مشکله الان. بدون پول مبارزه کردن یعنی تقریبا غیر ممکنه برگزار کردن سمینارهای عمومی، ولی باید یک راهی براش پیدا بکنیم که الان این رسانه های جمعی بسیار مفیده، به خصوص اتاق های اینطوری. و فکر میکنم که زیاد صحبت کردم، دوباره اگر مسئله بود به نظرم رسید وقت میگیرم و به اطلاع شما میرسونم، چون کسی بعد از من وقت نگرفته بود من زیاد صحبت کردم. به هر حال به طور خلاصه نظر من اینه که در اون مطلب هم نوشتم مفصل، باید یک الترناتیوی بر اساس تجاربی که داریم در جنبش زنان به وجود بیاریم و این نیروهای در واقع ساکت رو که سمینارهای بنیاد رو به وجود آوردن تا الان باید یه جور سازماندهی کنیم. این به هر حال جنبندی من بود از مباحثی که در این چهار نفری که سخنرانی کردیم و آتولیه‌ای که کارگاهی که گذاشتیم درباره سی نفری بودم فکر میکنم و در این مورد صحبت کردیم. خیلی ممنونم، میکروفون رو پس میدم. با سلام به همه دوستان، من یک سوال هست برام. توی صحبت های قبلی دوستان هم، چه خانم جمیله چه دوستان دیگه که صحبت کردن در این روم و جای دیگه که من شنیدم، از هیچ نوع بحثی در رابطه با مسئله بهره کشی خانگی من از دوستان نشنیدم. روابط فودالی که درون خانه حاکم هست ازش هیچ نوع بحثی نبوده. این رو بس یک طوری بهش جواب داد. در این حال خانم جمیله گفتن که 25 جلد کتاب، لطف کنید اگر سایتی هست، اگر جایی هست که میشه اینها رو تهیه کرد لطف کنید و اینها رو اعلام کنید که این اصلا از کجا میشه تهیهش کرد. صرفا گفتن این که 25 جلد کتاب ما چاپ کردیم جوابی نمیده، مگر این که بگه این سایت فلان هست لطف کنید برید نگاه کنید اگر دوست دارید این کتاب رو بخرید. این هم صحبت دیگه هست. تشکر از وقتی که در اختیارم بود و میکروفون رها. بسیار خب سئوش جان، حتما جمیله اگر صدای شما رو شنیده باشن در این زمینه پاسخ خواهند داد، ولی همونطور که دیدین در تکست نوشتن دو سه ماه الهه این کتاب ها رو مثل این که فقط یادمه باید خرید، آنلاین نیستم متاسفانه، شاید یه طوری بشه که اینا رو آنلاین بذارن. به هر حال هما جان بفرمایید، میکروفون برای شما. من خیلی خوشحالم که جمیله عزیزم اومد و به اون بخش تاریخیش اشاره کرد. من توی تکس ها رو نگاه کردم. اول میخواستم بگم که من خودم جز به خاطر همینم زیاد مسلط نیستم روی تاریخچه بنیاد، به غیر از اون چیزایی که خوندم، چرا که یکی از انتقادهای من به سمینار، اصلا هیچ ربطی هم به خانم امین یا بنیاد نداره، اینه که این کنفرانس ها همیشه مخارجش خیلی بالاست. من به عنوان زن خارجی که اینجا هم شغلم بد نیست و درآمدم بد نیست، واقعیتش اینه که من نمیتونستم پرداخت کنم. 180 دلار ورودی داره، چون جمیله جان به مسئله مالی درونی بنیاد گفت و من از بیرون دارم میگم. 180 دلار ورودی داره. من که از اینجا بخوام بیام آمریکا و یه هفته بمونم، خرج رفت آمد دارم، هتلم رو باید خودم بدم
و به هر حال مخارج که در کنارش داره، و واقعیتش اینه که من یک همچی امکانی برام فراهم نبوده. توی کنفرانس هایی که توی اروپا برگزار شده اکثرا شرکت داشتم، مخصوصا مال آلمان، و همیشه شرکت داشتم. یه بارم که برگزار کننده بودم و بر اساس همون یک بار و بر اساس خوانده های خودم از نقد های خوبی که دوستان نوشته بودن، یه مجموعه رو برای شما فراهم کردم. توی نقد که من مطرح کردم، هیچ جای قضیه به هیچ شخصی بر نمیگرده. من اتفاقا اون قسمت های خاصش رو برداشتم از توش، که اینجا دیگه چون دوستان اطلاع ندارن، حتما هم همه لازم نیست همه چی رو بدونن. به مسئله دخالت دادن روابط شخصی به کار سیاسی اجتماعی، به مسئله عشق بیکران ما به دموکراسی و عدم تجربه تاریخی ما. وقتی میگم تاریخی، منظورم فقط همین تاریخ زندگی من نیست، بلکه هزاران سال دیکتاتوری از دیکتاتوری و بعدش هم تازه مذهبی هم بهش اضافه شده، هیرارشی، نوکر شما هستم، هرچی شما بگین، ما مخلصیم. یعنی شما این کلام روزمره رو حتی نگاه بکنید، از کاملا هیرارشیک هست. اختیار ما دست شماست. چند بار این جمله رو شما شنیدید؟ شاید دیگه الان استفاده نکنید، کسی دیگه نگه، ولی به خصوص کسایی که از ایران میان، مثلا میگم که امروز مثلا چیکار کنیم، شما چی دوست دارین، میگم اختیار ما دست شماست. همین اختیار ما دست شماست دوستان عزیز، این از یه تاریخی میاد. این جمله راحتی نیست. این که هر کسی فرض کنید یه دونه مطلب نوشت، همه استاد دنبالش میکنن، این تاریخه، این فرهنگی هست که من با خودم حمل میکنم. کتاب بسیار بسیار جالبی تو دستم دارم راجب، چون الان هممون راجب مسئله ژنتیک شنیدیم دیگه، که به هر حال ژن ها میرن ادامه پیدا میکنن و مال پدر مادر آدم هم نیست و مال تمامی نسل قبل از خودش هست، از اون موقعی که هنوز انسان خم بوده، هنوز انسان نشده بوده، همچنان توی این ژن ها خودشون رو ادامه میدن. در رابطه با فرهنگی هم یه همچی چیزی وجود داره. ما حمل میکنیم یک فرهنگی رو. ما اگر بخواهیم فرهنگ، این اصلا تیتری که من انتخاب کردم مال اینه، یعنی که اگر من نظام دیکتاتوری یا نظام توتالیتر یا نظام قاتل نمیخوام، من هم باید خودم رو تغییر بدم، یعنی من هم جزی از این سیستم هستم. اگر من اون سیستم رو با خودم حمل میکنم، به خودم با انتقاد نگاه نکنم، روش هایی که در کلامم استفاده میکنم، در روابطمون، دوست عزیزمون سیاوش به درستی اشاره کرد به مسئله بهره‌کشی خانگی، که البته همین قسمت آخر این صحبتم الان بهش اشاره خواهم کرد، موضوعی که دوست عزیزمون انتخاب کرده برای روز 7 مارس، مسئله کار خانگی بخشی از همون بهره کشی خانگی است، که به هر حال همه مطالب رو در همه جا نمیشه، چون انقدر اختلاط مبحث میشه که دیگه هیچ مسئله رو ما نمیتونیم بهش عمیق بشیم. مسئله ناهمخوانی شیوه کار افقی با شیوه کار هرمی و تمامی مسائلی که من مطرح کردم، شما میتونید پخشش کنید تو روابط گروه های اجتماعی که هر کدوم از ما هستید. اگر من اشتباه میکنم بگید نه، مثلا ما این تجربه رو داریم، ما این کار کردیم، اینطوری شده. اصلا مسئله پرداختن، دوست عزیز ما داوود وقتی مطرح میکنه، این خانم اینجا نیستن، دوست گرامی، واقعا اخلاقی نکنیم قضیه رو، برای اینکه اصلا ربطی به یک شخص نداره. ما داریم به یک سیستم، من خودم رو میگم، به سیستمی برخورد میکنم. این برخوردم به خاطر این هستش که ادامه کاری این سیستم، چون من بخشی ازش هستم، برای اینکه بتونم اونجا کار بکنم، یه سری مسائل به نظر من رسیده که فکر میکنم اگر این مسائل رو با هم دیگه حل بکنیم، بتونیم ادامه کاری داشته باشیم. یعنی اخلاقی کردن این قضیه. حتی توی سمینار اشتوتگارت هم دوستان از مسئول بنیاد دعوت کرده بودن که به هر حال یه عمل جراحی داشت، نتونست شرکت بکنه، ولی شرکت اگر ما امشب می نشستیم اینجا،
میگفتیم مثلا گلناز همه اینجوری کرده اونجوری کرده این کار بد کرده اون کار بد کرده، این اصلا نقد نیست، این واقعا سطح قضیه رو میاره پایین، چون که ما به یک مسئله عمومی برخورد میکنیم که هر کسی هم که اینجا نشسته یک حوصله سر نره، چون که میگه اصلا من اونجا نبودم و نخواهم بود پس اصلا مسئله من نیست، بخوایم مسائل رو عمومی مطرح کنیم که هر کسی بتونه یه چیزی رو با خودش ببره و یه چیزی رو بهش اضافه بکنه. و بعدم مگه من خودم توی بحث‌های کناری این سمینارمون داشتیم، مگه آدم میتونه این زن رو که 25 سال هست داره به یه بخش زیادیش هم به تنهایی چمدونشو ور میداره از این کشور میره به اون کشور، مگه میشه به آدم به این آدم احترام نذاره؟ چرا فکر بکنیم که نقد پویا یعنی بی احترامی؟ اینو از توی فرهنگمون بیاریم بیرون. من یه بخشی که مهر احسا اون اولش گفت که هما نظر انتقادی خودش رو مطرح میکنه، اونجا گفتم که برای من نقد پویا یک هدیه است، برای اینکه من دقت میکنم، نگاه میکنم، به نظرم یه چیزایی میرسه مطرح میکنم، این یه هدیه است. اگر بگم بله شما درست میگی، شما زحمت کشیدی اینا، بعد اون موقع کار اون آدمو هیچ وقت ارزش بهش انقدر نذاشتم که به بحث بگذارم، و خود این بحث ها به نظر من سایش ایجاد میکنه، استکاک ایجاد میکنه، یه زمانی ممکنه یه کسی ناراحت بشه، ولی اگر آدم قصد اون قضیه و نیت اون قضیه رو نگاه بکنه فکر میکنم که قضیه اینجا حل میشه. در رابطه با بهره کشی خانگی یه تبلیغی هم بکنم، قصد دارم، آرزو دارم که توی جلسه 8 مارس روی 7 مارس من هم یه سهمی بتونم داشته باشم، چون یکی از مهمترین، واقعا یکی از مهمترین قضایایی که پاتریارشات، نظام ستم جنسیتی و نظام سرمایه‌داری برش استوار هست، کار بی دستمزد خانگی زنان هست، که زنان در تمامی طبق آمار رسمی دنیا 65% از مواد غذایی و تولیداتی که ما روزمره بهش نیاز داریم، از لباس گرفته تا مواد غذایی خوراکی، اینا رو تولید میکنن، ولی 1% ثروت دنیا رو دارن. و اینکه به خصوص چپ ها این قضیه رو بهتر میفهمن که نظام سرمایه‌داری مهمترین چیزی که برش استوار هست تولید ارزش اضافیه، زمانی که ماده به کار تبدیل میشه بر اساس کار، کار رو پرداخت میکنن، ولی کار ارزانتر و کم، یعنی اون پولی که برای کار پرداخت میشه یا اون دستمزدی که برای کار پرداخت میشه کمتر از اون ارزش اضافی هست که به وجود اومده، و اون ارزش اضافی هست که تبدیل به سرمایه میشه و سرمایه انباشته میشه. و در همین نظام وقتی شما نگاه میکنید، کار خانگی که از بچه داری، خانه داری، نگهداری از سالمندان، مدیریت خانواده، مدیریت روابط اجتماعی خانواده، روابط خانوادگی تماماً به عهده زنان هست و برای هیچ کدوم از این کارها پرداخت نمیشه. من یکی از کسانی هستم که آرزو میکنم که یک روز این کار اونقدر ارزش خودش رو، چه در میان زنان، چون زنها هستن که باید این کار رو بکنن، چون اونها هستن که کار رو تولید میکنن، درسته که مرد بیرون کار، اگر سنتی نگاه کنیم، چون الان زنها بیرون هم کار میکنن، طبق آمار رسمی آلمان زنها و مردهایی که آمار رسمی هست سال 2012 اومد بیرون که زنان و مردان با هم کار میکنن، حتی زنان موقعی که بیرون دستمزدشون بیشتره وقتی وارد خونه میشن از کار خانگی، از بچه های همینا که اسم بردم، کار خانگی فقط 19%شو مردها انجام میدن. و البته من نمیدونم این 19% چرا، سهم ما که رسیده بود خیلی کمتر هم بود، ولی به هر حال 19% در مقابل 100%. و اینکه حالا چگونه میشه این کار رو کرد، بخشی از فمینیست سوسیالیست ها تقاضای پرداخت کار خانگی میکنن، چون این کاری که برای بچه داری و نگهداری از بچه و تربیت بچه و همه اینا، بگذاریم از این که بعضی
بعضی جاهاش خیلی باید تحصیل بشه، اما برای این کار طبق قوانین جامعه کپیتالیستی براش هیچ پرداختی نمیشه. من میکروفون رو رها میکنم، امیدوارم که روز هفته مارس که مراسم 8 مارس در این اتاق برگزار میشه، دوستان با دست پر بیان و روی این زمینه کار کرده باشن و بتونیم از تاریخچش گرفته تا اینکه راهکارهایی و خواستهایی رو فرموله بکنیم که این قضیه رو دوباره زنده بکنه. خسته نباشید، مرسی از همگی. ازشون دعوت کردم که اگر ممکنه ایشون هم مثل همونطور که اول بحث برای دوستان گفتم، پیشنهاد میکنم که روز شنبه هفتم مارچ که به مناسبت روز جهانی زن ما اینجا میخواییم برنامه داشته باشیم، از همه دوستان دعوت میشه که در رابطه با کار بدون دستمزد زنان در خانه صحبت شه. چون چند هفته پیش که بحثی با پویان عزیز در رابطه با تئوری ارزش داشتیم، بحثی در این زمینه در گرفت که فرصت نبود کاملا به این پرداخته بشه. بنابراین من از همه دوستان زن دعوت میکنم که روز شنبه اگر مایل هستن برای این بحث میتونیم وقتی بین 10 تا 15 دقیقه برای دوستان بنا به تعدادی که ثبت نام کنن برای شرکت در این بحث که از اول بدونیم و بتونیم تنظیم کنیم، هماهنگی کنیم، خیلی خوشحال میشیم. البته این دعوت رو برای همه دوستان میفرستیم، در سایت هم میذاریم، هر کس که مایل هست میتونه از دوستان شرکت کنه با کمال میل. و در این مورد گویا کمی اختلاف نظر هست، ما بتونیم بحث خوبی داشته باشیم. بینیستم چون بعضی یادداشت هایی که اینجا دیدم، میخواستم در مورد کار خانگی بگم که من به چند تا مطلب خیلی خوب در سازمان ملل که الهه فکر کنم پخش کرده بود، مسئله ایست که سال هاست، یعنی لااقل در فرانسه 200 ساله راجع بهش از کمون پاریس تا امروز صحبت میشه. خیلی به نظرم مهمه که راجع به این قضیه کار بشه و جلسه گذاشته بشه، برای اینکه کار خانگی چون وظیفه مجانی زن بوده در تاریخ و تبدیل شده به یک مسئله عمومی و غیر قابل دید، در واقع در جنبش های اجتماعی هم بر اساس تربیت و تجربه خیلی از زنها براحتی کار مجانی میکنن، از جمله همین گروه های برگزاری در پژوهش های زنان. باید گفتش که همه کسانی که برگزار میکنن همیشه معمولا اکثریت زنها هستن، البته مردهایی هم بودن کمک کردن، و هیچ از زندگی و وقتی که میتونن کار کنن و درآمد بیشتری داشته باشند گذاشتن برای برگزاری سمینار. بعد نکته دیگه ای که میخواستم بگم این بود که البته تخصص من نیست، من بیشتر در مورد در جنبش زنان روی مسئله سیاسی و نظری تئوری که جنبش زنان کار کردم، شاید به دلیل اینکه توی پاریس هستم و توی فرانسه بیشتر تئوریسیان های فمینیستی پاریس توی مثل نوول کسیون فمینیز که یک نشریه که سیمون دووار در واقع تأسیسش کرده و بعدها به دلیل تغییرات نظری اسمش کمی عوض شده، شماره های متعددی راجع به کار خانگی در آوردن از نظر تئوریک. نمیدونم به زبان های دیگه هم کار میشه یا نه، ولی میدونم که فمینیست های آلمانی و فمینیست های آنگلو ساکسون یعنی انگلیسی و انگلیسی زبون امریکایی و انگلیسی هم توش نوشتن. اگر کسانی در اینجا هستن، در این اتاق هستن که میتونن مراجعه کنن و نگاه بکنن، کتابای تئوریک راجع به این قضیه خیلی نوشته شده.
و یه نکته دیگه هم میخواستم بگم که روز 7 مارس ما جلسه داریم در پاریس، کمیته ضد سنگسار پاریس که در واقع من یکی از مسئولینش هستم و از فردای انقلاب تا امروز به هر حال این انجمن به شکلهای مختلف با آدمهای مختلف همیشه روز 8 مارس رو یک جوری در پاریس برگزار کرده. امسال ما آزادی بیان، لایسیته یعنی جدایی دین از دولت و جنبش زنان ایران تیتر جلسمونه و شهین نوایی که یکی از سخنگویان میزگرد نقد پویا در بارد بنیاد پژوهش‌های زنان در اشتوتگارت بود در باره جنبش زنان ایران در 4 سال اول انقلاب و تغییر و تأثیرش در تشکل‌های سیاسی صحبت خواهد کرد. این برای کسانی که در پاریس هستن اگر میتونن شرکت بکنن برای 7 مارس که بعدش امیدوارم که شانسی باشه که باز در این اتاق در جای دیگه یک به هر حال خلاصه ای از این جلسه رو ما در اختیار شما بذاریم. در پاریس جنبش زنان بیشتر به دلیل فضای پاریس به زبان فارسی همیشه روی مسائل سیاسی بیشتر تکیه میکنه و امسال با واقعی که در پاریس اتفاق افتاده، کشتار روشنفکرها و آرتیست های شارلی ابدو که به نظرم خیلی 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 با سوء تفاهم در جریان های فارسی زبون مطرح شده و باعث حیرت بسیار منه، ما تصمیم داریم با احترام به اونا و کاریکاتورهایی که در رابطه با زنان کشیدند برای اینکه این نشریه سیاسی و خبری کاملا خودشون لایک میدونستن و بدون دین بی دین که امسال که در شرایطی که فعلا هست خیلی سخت اعلام کردن نظریه بی دین. وقتی میگیم لایک همه میگن دین یه مسئله خصوصی منه، راجبش صحبت نمی کنم، ولی اینا با صدای بلند به عنوان آرتیست بی دین بودن خودشون رو اعلام میکردن و ما با احترام به اینا و انتخاب کاریکاتورهاشون در رابطه با زنان که خیلی خیلی کاریکاتورهای جالبی دارن این جلسه رو تشکیل میدیم. خیلی ممنونم، خواستم این خبر رو اینجا به شما بدم که شما بدونید. خیلی ممنون جمیله جان، خسته نباشین، مرسی که برنامه‌تون رو گفتین و امیدوارم که بعد از اون برنامه اگه بتونین اینجا بیاین ما اینجا خواهیم بود. برنامه‌ای که همای عزیز گفتن روز 8 مارس هست در آلمان گویا که اون هم بسیار خوبه، امیدوارم که بعد از اون بتونین بیاین پیش ما هم باشین هما جان که در این مورد کار بدون دستمزد خانگی برای زنان صحبت بشه. بفرمایید سیاوش عزیز، میکروفون برای شما.